دوستان عزیز فیسبوکی سلام به شما و شما عزیزانی که در کلاس هستید. امروز آخرین جلسه ما هست در به اصطلاح مطالعه تیپ های انیوگرام، و امروز همطور که اطلاع دارید به تیپ 8 و تیپ 9 رسیدیم. تیپ 8 اسرتر یا فرمانده یا باس، و تیپ 9 پیس میکر یا صلحجو یا به اصطلاح خودمونی تر مالکش، که رو همه چیزا سرپوش میذاره برای اینکه مشکلی پیش نیاد. اولا حالا که شروع میکنم تیپا رو توضیح میدم، باز برای اون عزیزانی که جدید هستن یادآوری کنیم که انیوگرام یک نوع تیپ شناسی کهنه که هر چقدر زمان میگذره بیشتر به عنوان یه طبقه بندی یا کلاسیفیکیشن پرسونالیتی یا شخصیت یا منش انسان‌ها که در هولهوش 20-21 سالگی فرم نسبتاً ثابتی پیدا میکنه و در یکی از 9 اتاق کمالگرا و یاری دهنده و موفقیت جو و رومانتیک و فکور و وفاجو و وفاخو و مشکوک و مزنون و 7 که خوشباشی و اپیکور، یا 8 که باس یا لیدر یا رهبر، و 9 پیس میکر یا صلحجو. تو یکی از اینا ما آدم ها میفتیم. همونطوری که انیوگرامیستا اعتقاد دارن هیچ تیپی از هیچ تیپ دیگه بهتر نیست یا بدتر نیست، هر کدوم در نوع خودشون کمال دارن و مریض و عصبی دارن. همه ما آدما تو تیپ خودمون میتونیم حرکت کنیم به سمت کمال، ولی هیچ کس از هر تیپ، حداقل بنابر ادعای انیوگرامیستا، از یه تیپ به یه تیپ دیگه تبدیل نمیشه. عزیزی به من یادآوری کردن که وقتی انیوگرام رو گوگل میکنید، خوشبختانه کلاس هایی که استاد انیوگرام در جامعه ایرانی، آقای دکتر زنده‌یاد دکتر محمد حقی، استاد همه ما، کلاس هایی که برای اولین بار به زبان فارسی تدریس شد ایشون انجام دادن. ما همه شاگردای ایشون بودیم، این کلاس ها رو هم به یاد ایشون زنده نگه میداریم. ولی دوستی به من اشاره کردن وقتی گوگل رو سرچ میکنید، انیوگرام میذارید، کلاس های دکتر حقی میاد که منم در اونجا نقش پامنبری رو دارم. ولی ایشون به من میگفتن که دیتیلی رو که دکتر حقی میدن بسیار عمیق و با ارزشه، بنابراین شما میتونید اونجا برید دوستان فیسبوکی و بعد عمیقترش رو هم اونجا جستجو کنید. ما در ابتدای هر تیپ روشمون این هست که میایم تیپ رو در بهترین و سلامتترین شکلش خلاصه بار میگیم و بعد اون تیپ رو در آزرده ترین و ناسالمترین شکلش هم میگیم. تیپ 8 یا اسرتر یا رئیس یا رهبر، ایتس آر موتیویتد بای دی نیدز تو بی سلف ریلاین، یعنی تیپ 8 انگیزش اینه که همیشه خودکفا و به خود متکی باشه و سترونگ، قوی باشه، و تو اوید فیلینگ ویک اور دیپندنت. هدفش اینه که از ضعیف بودن یا متکی بودن به دیگری گریزان. پس حالا چرا؟ چون بزرگترین ترس تیپ 8، اتفاقا من دیروز یه تیپ 8 تو مطب لس آنجلس داشتم که توی رابطه یه که خب خیلی رابطه براش جنبه های خوب و مثبت و اینا داره، ولی همونطوری که نشسته بود به اون خانم میگفت من علت این که میخوام از این رابطه برم بیرون اینه که این همه حسن به یه عیب نمیارزه، و اون عیب اینه که تو میخوای منو کنترل کنی. منو کنترل کنن
دیوونه میشم. تیپ 8 رو بخوای کنترل کنی به قول خودش میزنه به سرش. حالا 8 در بهترین شکلشون دایرکت هستن، خیلی مستقیم، they don't beat around the bushes، پشت یه چیزی نمیپیچونن، چیز حرف نمیزنن، به اصطلاح تو لفافه حرف نمیزنن، پیغام غیر مستقیم نمیدن، مستقیم حرفشون رو میگن. اتوریتیتیو با اتوریتریان فرق داره. اتوریتریان یعنی قلدر دیکتاتور، ولی اتوریتیتیو یعنی مدیر و مدبر قادر، یعنی جنبه منفی نداره. لویال، وفاداره. انرژتیک، بسیار پر انرژی. ارثی، خیلی زمینی و خاکی و متواضع هستن. و پرواکتیو یه واژه خیلی خوبیه که دوست دارم یه ذره روش باز کنم، الابوریت کنم. پرواکتیو یعنی اینکه ما قبل از اینکه واقعی که دوست نداریم رخ بده، برنامه‌ای داشته باشیم که از رخداد اون پیشگیری کنیم. مثلا والدینی که پرواکتیو هستن، قبل از اینکه بچه‌هاشون به 12-13 سالگی برسه، یهو برن با از دوستا و مدرسه دراگ بگیرن و مصرف کنن و غیره و اینا به بچه‌هاشون راجع به این که چه چیزهایی خطرات دراگ هست، چجوری شما ممکنه پیر پرشر رو دیفیوز کنین، از فشار همسن و سالای خودتون برای آزمایش مواد چجوری در برین، از زیر بارش در برین، و کی و چگونه والدینتون رو در جریان این که چه کسانی از دوستاتون این کاره هستن و اینا قرار بدین، اینا این پرواکتیو پلان رو یا این برنامه از پیش بینی تعیین پیش تعیین شده رو دارن برای پیشگیری. اینا هم اونطوری هستن. و سلف کانفیدنت، تیپ 8 سالم بسیار به خودش باور و اتکا داره. اما 8 وقتی که به سمت تخریب میره، به سمت واژه دیس اینتگریشن یعنی تجزیه میشه، اجزاء خودش به دلیل فشار و استرس و تجربیات تلخ زندگی و تروماهای دوران کودکی، تکه های مختلف اون چیزی که بر اطراف محور اصلی شخصیتش قرار میگرفت پخش و پلا میشه، شکل بیمارش رو پیدا میکنه، becomes very controlling، به خصوص هدفش control others، دیگران رو کنترل کنه. rebellious. من تو کتابی که داشتم میخوندم دیدم خوشبختانه آقای ترامپ رو گذاشتن تو 8 مریض، یه ذره ذوق کردم. rebellious، اسیانگر. insensitive، پوسکلوفت، غیر حساس. یادتونه ادای خبرنگاره رو در می آورد، یا اون خانم فرو بود، کی بود که کاندید ریاست جمهوری از حزب خودشون بود، گفت برو شکل تو آینه ببین کی به تو رأی میده. پوسکلوفت و غیر حساس، اینسنسیتیو. حالا دامینوری، مسلط بر دیگران. سلف سنترد، محور یا مرکز اصلی جهان. سکپتیکال، مشکوک، مزنون. همه رو زیر سوال برده، برنده. اگریسیو تو دی دیگری آف دیستراکشن، خشن در حدی که طرف مقابل رو جر و واجر کنه. این 8 مریض دیگه، 8 سالم هم دیگه. یعنی شما فکر کن ما از کجا تا کجا میتونیم نوسان داشته باشیم. پس این 8 ویژگی هاش به طور خلاصه اینجوری بود. 8 در جستجوی استقلاله.
انرژی هشت پیوسته متوجه دنیای بیرون و دیگرانه. برخلاف هفت که درون گرا و انرژیش متوجه دنیای ذهنی خودشه، تیپ هشت انرژیش متوجه دنیای بیرون و دیگرانه. چرا؟ چون منبعی هم که ازش تغذیه میشه بیرون از خودش قرار داره دیگه. عاطفه غالبش، یعنی اون حسی که منم یادم افتاد که تلفنم رو ببندم. ادب از که آموختی از بی ادب ها. آخش خلاصه، عاطفه غالب تو تیپ هشت خشمه. حالا در نوع سالمش کنترل میشه، در نوع ناسالمش بیرونی میشه. ترس این تیپ، بزرگترین فیری که این تیپ تجربه میکنن اینه که مبادا دیگران فکر کنن منو میتونن کنترل کنن. بنابراین کوچکترین علامتی که بوی این میاد که منو قرار کنترل کنن، موجب ریتالییشن یا واکنش نشان دادن اونها میشه. پیام درونی شده برای این تیپ هشت اینه که قوی باش، چون وقتی کارایی و مدیریت و کنترل بالا داری ارزشمندی. در غیر این صورت مردم هیچ بهایی برات قائل نیستن. پیام درونیش اینه. مجری و متحرک در زندگی هست، یعنی همیشه برنامه میریزه، چون مووینگ پوینتش اصلا تحرکه، چون انرژی زیادی داره که باید مشغول کنه، لذا همیشه مشغوله، مصرف کنه. احساس کفایت وقتی به اونا دست میده که در رأس کار هستند. حالا اینجا من یه گریزی میخوام بزنم به یه مسئله که خیلی از ماها گاهی اوقات وقتی به تغییرات فرهنگی بعد از مهاجرت ایرانیا به خارج از کشور، حداقل به آمریکا، توجه کردیم، به طور متفق القول به این نتیجه رسیدیم، حداقل ما یه سری کارشناسا، که خانم ها وقتی به آمریکا رسیدند به نسبت موقعیتی که در ایران داشتن یا بهتر شدن یا همون موقعیت رو بازسازی کردن، ولی آقایون پسرفت محسوس داشتن یا دیپرس شدن. به قول یک کسی میگفت تیمسارا اینجا سمسار شدن، بعد سمساری رو هم بستن. در حالی که خب خانومی رو ما میشناسیم که همسر یکی از معروفترین پزشکان ایران بود، اومد یه دونه ساندویچ فروشی باز کرد که کتلت و نمیدونم ساندویچ کتلت و زبون و نمیدونم شله زرد و اینا پخت و بعد تبدیل شد به یک رستوران بسیار پردرآمد و خودش هم کار نکرد ولی براش چرخید و بسیار بسیار زندگیشونو موفقانه چرخوند و بچه هاش تحصیلات عالیه کرد. خب حالا خیلی ها این سوالو میکنن که چرا اینجوری میشه. بعضی ها این پاسخو دادن، گفتن که خانم ها در با موقعیتی که دارن خیلی گره نمیخورن و موقعیتشون یا پستشون یا سمتشون اونا رو توصیف نمی کنه و در موقعیت‌های مفعولی هم خودشون رو نمی بازن. یعنی وقتی هیچ کارم هستن هنوز همون فریده خانومه که همه کار بوده. خب ولی در صورتی که برای آقایون این خیشتنشون انقدر به اون کار و رأس کار بودن و هویت اجتماعیشون گره خورده که وقتی اونو از دست میدن افت شدید انرژی و افسردگی پیدا میکنن و دیگه خودشون رو جمع و جور نمیتونن بکنن. حالا اینو ما با مشاهده این میگیم. جالبه که شما وقتی تو کار محی الدین ابن عربی تحقیق میکنین، محی الدین ابن عربی یک فیلسوف مسلمانه که معروف ترین
کتاب و راجب تئوری های عرفانی نوشته. استاد مولانا بوده، استاد بسیاری از اینهای شبستری و غیره که ازش الهام گرفتن. محی‌الدین ابن عربی فکر میکنم در یکی از کتاباش، نمیخوام اسم ببرم، یا فصوص الحکمه یا فتوحات مکی، نمیدونم، در یکی از کتاباش این جمله رو داره که این جمله معروف شده به عنوان یک فیلسوف مسلمان مترقی اندیش، و اون میگه که مردها، میگه برتری زنان بر مردها از این زاویه است که مردها وقتی اکتیو هستن، یعنی در وضعیت‌های فاعلی، وقتی در کنترل و در وضعیت‌های فاعلی قرار دارن، بسیار خوش می‌درخشن، ولی خانم‌ها در سلفشون به وضعیت فاعلی گره خورده و خوش می‌درخشن، اما خانم‌ها در وضعیت مفعولی هم خیشتن خودشون رو حفظ میکنن. خیلی جمله مهمی ها، هم در موقعیت فاعلی هم در موقعیت مفعولی یه خیشتن ثابت دارن. یعنی اگه بخوایم خیلی خودمونی حرف بزنیم، ما خانما مثل گربه مرتضی علی از هر طرف بندازن چهار دست و پا میایم زمین، پوستمون هم کلفتره، مقاومتمون هم بیشتره، رزیلنسیمون هم بیشتره. حالا احساس کفایت تیپ 8 وقتی که در رأس کار هستند، من اینجا گشتم ببینم که زن و مرد تیپ 8، خب زنم داره، این آیا چجوری؟ هیچی پیدا نکردم، ولی اینو پیدا کردم که تعداد بانوان در تیپ 8 کمتر از مردانه، کما این که تعداد بانوان در تیپ 2 بیشتر از مردانه. اینو پیدا کردم، حداقل تو جایی که شده. ترس از دست دادن کنترل وقتی که در رأس کار نیستن، اونها رو به شدت مضطرب میکنه. انرژی زیاد دارن، اراده قوی دارن، رهبری طبیعی دارن، پشتکارشون برای شکست نخوردن قابل تحسینه. نیروی زیادی صرف پوشاندن ضعف و آسیب پذیری خودشون میکنن. شما تیپ 8 رو از قوتاش هرچی بگی با شما موافقت میکنه، اما اگر آسیب پذیری و ضعفش رو بخوای مطرح بکنی، وارد انکار میشه. بله، با دیگران خیلی قاطی نمیشن. علتش هم اینه که در اون قاطی شدن حس میکنن ممکنه وانربل بشن، یا این عظمت و ابهت و گراندیوسیتیشون از بین بره. حالا یه چیزی من برای شما بگم، خیلی برام تجربه جالبی بود. من وقتی در سفر دبی بودم، یک خانومی از یک تشکیلاتی اونجا برای من یک کنفرانس گذاشت. البته من کنفرانس رو هدیه کرده بودم به مردم شهر، ولی ایشون در یه جایی خیلی زیبا و نمیدونم مجلل و اینا کنفرانس گذاشته بود، افرادم یه مقداری چارج کرده بودن که من نمیدونم که چه جوری بود. ولی اینو میخوام بگم، من مثل همه جا زود رسیدم، مثل اینجا که الان زودتر از همه ساعت 7 میرسم، اونجا هم زود رسیدم. بعد یهو این خانوم منو گفتش که ای دکتر فرمیدی شما چرا زود اومدین؟ گفتم خب میترسیدم که آدما بیان یه وقت دیر بشه و ماشینی که منو میاره، من با یکی از دوستانم بودم. بعد گفت خیلی خب، پس بذارید من یه اتاق واسه شما پیدا کنم. گفتم این سالن که هست، من اینجا میشینم توی همین سالن اینجا. گفت نه، من شما رو باید قایم کنم تا یهو بیاین تو اتاق، برای اینکه اینجا بشینین آدم ها همیان حرف میزنن، عادی میشی. و نه اون خانم برگزار کننده کنفرانس و سمیناره، و بعضی کنفرانس ها رو برای آدم های برگزار میکنه، از جمله پسر اینم چیه راکفلر
که اونجا کنفرانس های اقتصادی بر، یعنی فرمول اینه که تیپ 8 عقلش میرسه، قاطی که بشی، خودمونی بشی، ابهتت میریزه. و اگر شما با اون ابهت میخوای آیدنتیفای بشی، خب نمیشه دیگه. همیشه از دیگران فاصله میگیرن، تمایل شدید به تأثیر گذاشتن بر دیگران دارند، بدون اینکه مایل باشن از دیگران پس تأثیر بپذیرند. مشغله فکری آنها کنترل و مبارزه با محیط، تمایل شدیدی دارن به پیش بردن راه خودشون حتی در شیوه های خشه. در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، طاعت هر دست نیاید گناهی باید کرد. دوسکول بیزنیم تا آدم ها بیان تو خط. زیربنای روانی تیپ 8 به خصوص نوع نوراتیکش، محرومیت جدی از نوازش و محبت دوران کودکی 5 ساله اوله، احساس طرد شدگی که اونها رو به روانشناسی بقا کشیده. چی؟ اگر از تنها بلا خیزد، خو کن به تنهایی دیگه. دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. اگر احساس طرد شدگی و خشونت و نامهربانی از محیط دیدم، به یک نوع بی‌نیازی کاذب به نوازش رو میارم. اصلا کی میخواد؟ دست نزن به من، دوست ندارم. معمولا این پارتنرها در سکشوال اینتراکشن فورپلی رو زیادی میدونن. این دیگه یعنی چی؟ بازی و نوازش و اینا دیگه یعنی چی؟ من دوست ندارم، به من دست نزن. احساس طرد شدگی در این تیپ خیلی زیاده. احساس طرد شدگی در این تیپ خیلی زیاده. بنابراین بسیار انرژی مصرف میکنن و دقت میکنن که در موقعیتی قرار نگیرند که دیگران اونها رو طرد کنن. به همین دلیل حفظ فاصله شانس طرد شدگی رو پایین میاره. آقای امیر، این ایرکاندیشن رو ما اینقدر پول نداریم که روشن کنی؟ والا روشن نیست، پس رو بخاریه. البته مال یه قسمت روشن نبود. حالا البته ممکن منم لباس زمستونی پوشیدم، نمیدونم، بلیز پشمی پوشید. خب حالا برگردیم. ما شما اینو میدونین دیگه، هر تیپ یه بالم داره. 8 یه بالش 9، یه بالش 7 دیگه، درسته؟ بنابراین تیپ 8 با بال 7 ببینیم چه ویژگی هایی داره. تیپ 8 با بال 7 اگر در بود سالم ترش باشه، جذاب، کاریزماتیک، تفکر سری داره، رهبری سلامت داره، کارفرما و کارآفرینه و در خلاقیت ایده های جدید برخلاف تیپ 7 رویا پرداز نیست، اهل عمله. تیپ متوسطش که یعنی اونقدر سالم نیست، نوعی متوسط به پایینش، ماجراجویی میکنه، ماجراجوه، غلو پرداز، رقابتگراست، عصبانی، خشن، کم حوصله است، ایمپالسیو. حالا شما به من بگین دونالد ترامپ تیپ بالش چیه؟ نه نه نه، بالش، میخوایم علمی حرف بزنیم. 8 با بال 7 که در سمت ناز، چون ببین خوشباشی هم هست دیگه، فعالیت هایش هم در زمینه های مختلف خوش باشید. ببین متوسط به سمت عصبی، ماجراجو، قلوف پرداز. No president in the history of America has done what I have done. I am extremely smart and creative.
I'm a genius. I'm very stable. من نیستم و بینندگان من اینا رو نمیگم. من غلط میکنم این ادعاها رو بکنم. این ادعاها رو از من خلتر میکنه. بنابراین ماجراجو، قلوف پرداز، رقابتگرا، عصبانی، خشن، کم حوصله و ایمپالسیف. امروز تعطیل میکنه، فردا باز میکنه. امروز بیرون میکنه، فردا بهشون ساندویچ میده. نمیدونم امروز میخواد حمله کنه، لحظه آخر نمیکنه. حالا بریم سراغ 8 با بال 9. 8 یه بالش 7 بود، سالم و ناسالمش رو خوندیم. من برای اینکه این نوتو امروز دقیق بیارم که تموم کنم امروز کلاسو، راست راستی 3-4 ساعت رو اینا کار کرد. حالا اب نداره، یه روزی با تون حساب میکنم. 8 با بال 9، 8 سالم با بال 9، اتکا به نفس توام با آرامش و گرمی و مهربانی 9 سالم رو داره. خانواده دوسته، مدیر مطلوب و ایدئاله. در بکار بردن اهداف جمعی تک تازی نمی کنه و مشوق کسانی هست که در راه برد هدف ها به او کمک میکنه. به هیچ عنوان علاقه نداره که تکرو و مرکز توجه باشه، اگرچه رهبری رو بر عهده داره. تیپ متوسط به پایین، 8 که بال 9 داره ولی متوسط به سمت ناسالمه، یه طبیعت دوگانه داره. یعنی مثل که همیشه این آدم دوتا آدمه. در خونه ممکنه خیلی مهربان و نرم باشه ولی محیط کار نصب بگیره، یا برعکس تو محیط کار خیلی مهربان باشه تو خونه نصب بگیره. گاهی گرم و مهربان، گاهی سرد و خشنه، خشن و جدیه. برعکس نوع سالم که شیرینگ و همراه کار کردن، این به تکتازی عادت داره، توداره، مخفیکاره، مرموزه، سر به تو داره، دیگران رو زیر ذره بین میذاره، از نادیده گرفته شدن بسیار عصبانی میشه ولی عصبانیتشو نشون نمیده. چه آب آهسته زیر که در آیم، به ناگه خرمن که در رو بایم. میخوای اغمازش کنی بکن، اونم ظاهرا هیچی بهت نمیگه، ولی یکو میبینی که 3 درجه رتبت آورد پایین، بعدم شغلتو از دست دادی. حالا ما گفتیم علاوه بر بالها، گفتیم هر تیپم یا با غریزه تنازع بقا زندگی میکنه، یا با غریزه اجتماعی زندگی میکنه، یا با غریزه جنسی. یعنی 3 نوع غریزم در هر تیپ که موقعیتشون رو تعیین میکنه. 8 با غریزه تنازع بقا عملگراست، به فکر امرار معاشه، محافظ اموال خانواده است و خیلی خانواده محوره، مهیاساز ابزار راحتی خانواده است، دائم در حال محاسبه امنیت مالی خودش و خانواده است و دائم در این اندیشه است که این سکیوریتی رو پرمیننت کنه یا این امنیت رو دائمی کنه. ولی 8 با غریزه تنازع بقا در مرحله ناسالمش میتونه متجاوز باشه به مال و حقوق دیگران. توجیهش هم اینه که کس نخورد پشت تو جز ناخون انگشت تو، کسی به فکر روز مبادای من نیست، باید خودم آیندم رو ترمیم کنم. در این مورد میتونه گاهی حتی متجاوز باشه به حقوق دیگران، دستندازی کنه به حقوق دیگران. 8 با غریزه اجتماعیش شور و حال در جمع به وجود میاره، به اعتماد و اعتبار افراد یا ریسپکت و به اصطلاح جایگاه اجتماعی افراد خیلی اهمیت میده و معمولا خودش رو با این گروه همراه میکنه که بلکه اونم جز حلقه
محترمین و الیت در بیاد. حلقه خیلی بسته ای از دوستانش داره، از جمع دوستان لذت و آرامش به دست میاره، اگرچه تعداد اونها زیاد نیستن. اگر 8 ناسالمتر باشه، روابط رو به بهانه مخالفت مخالفان خود روابط رو وقتی باش مخالفت کنی یا با یه نظریش موافق نباشی یا همراه نباشی، به این بهانه روابط رو قطع میکنه. تحمل انتقاد حلقه دوستان و نزدیکان خانواده رو نداره. علتش هم اینه که اون اعتبار و اون موقعیت و اون احترام همه اونو توجیه میکنه. انتقاد به معنی گرفتن اونه. تمایل به داستان سرایی و غلو داره و حتی حق بازی رو به کار میبره. رذالت‌های مختلفی داره، مثل اینکه قول میده عمل نمیکنه، امانت میگیره پس نمیده. نوع ناسالم 8 با غریزه اجتماعی احساس طرد شدگی، انزوا طلبی پیدا میکنه و گاه انقدر خودش رو تنها میکنه که اضطراب شدید، همون احساس طرد شدگی، برش انقدر غالب میشه که برای بیرون آمدن از این اضطراب به مواد مخدر یا مشروب پناه میبره، افسردگی و گوشه‌نشینی رو انتخاب میکنه. 8 ناسالم. حالا 8 با غریزه جنسی. نوع سالمش با شور و شوق و جذبه بسیار خیلی کاریزماتیک آمبیانس خلق میکنه. فضایی به وجود میاره برای معاشقه، برای دوستی، برای لذت بردن از زندگی. اجتماعی، بزلگو، ویتی یا حاضر جواب، عمیقا عاشق میشن، بسیار وفادار باقی میمونن. گاهی عاشقانه شرایط زندگی محبوب رو به کنترل میگیرن. اهل سفر و موسیقی و شیدائی و بزمارایی هستن. رقابتگرا هم هستند و گاهی در تک یار بودن بسیار حسود میشن، یا اگر کسی که اونها دلبستگی به کسی که بهش دلبستن اگر اون توجه ویژه رو نده، گاهی سردی رو تجربه میکنن که این سردی جنبه حفاظت یا پروتکشن خودشون رو داره. در لایه‌های ناسالمش نوع انرژی جنسی کنترل کامل جفت یا همسر جنسیه و در نوع ارتباطات جنسی بسیار خودمحور و تهاجمی میتونن عمل کنن. خیلی حسود هستن، حس مالکیت دارن، انحصار طلبن، مایلن دوستان و نزدیکان جفت خودشون رو حذف کنن و در تنهایی اونها رو متعلق به خودشون بدونن، که گاه این نعل وارونه میشه و جفت از این انزوا آزرده خاطری پیدا میکنه و سردی بینشون پیش میاد. وقتی سردی پیششون میاد، اینها به شدت و با خشونت طرد میکنه. در میان اینها از ویژگی های خاصشون خشنن، انتقام جوان، آزارگرن و حتی خیانت رو به بهانه های مختلف حق خودشون میدونه. عوارض بیمارگونی در میان اینها زیاد دیده میشه. سوسیوپات ها یا کسانی که شخصیت های ضد اجتماعی دارن، جامعه ستیزی دارن، دیگر آزاری دارن مثل سادیستا، حمله جسمانی میکنن مثل ریپیستا، انزوا طلبی دارن مثل اوایدنت پرسونالیتی ها که اصلا گوشه گیری میکنن و از همه بیزارن، و پارانوی ها یا کسانی که سوء ظن دارن و بدگمانی دارن خودشونو. اگر این علائم بیش از 6 هفته در یک کسی دیده بشه در یک تیپ 8، نزدیکان او باید بدونن که او در حال دیس اینتگریشن یا تجزیه شخصیتیه و باید کمک‌های جدی بگیرن. 8
در تجربه واپسگرایی یا همین دیسینتگریشن برای برگردوندن تعادل به سمت خصلت‌های پنج میره. یعنی خودش وقتی میبینه اونوری داره میره به سمت خصلت‌های پنج میره. یعنی چی؟ از ارتباطات صرف نظر میکنه، خودشو منزوی میکنه، به تعقل و تفکر پناه میاره، انرژیشو ذخیره میکنه و این خوبه، اگرچه ممکنه اونها رو افسرده کنه ولی از اون برون ریزی های بد نجات پیدا میکنه. 8 در تکامل و شرایط آرامش مثل 2 عمل میکنه. یعنی چی؟ با نیازهای دیگران ارتباط برقرار میکنه، مهربان میشه، نرم میشه، آسیب پذیری خودش رو پنهان نمیکنه، وانربلیتی خودش رو نشون میده به کسانی که اعتماد داره و معمولی تر با زندگی برخورد میکنه. دست از اون تمایل جنت مکانی، گراندیوسیتی، برتر از دیگران بودن، قادر مطلق بودن، دست از اونا بر میداره و مثل 2 عادی تر میشه و خاکی تر میشه. این از تیپ 8. و اما بریم سراغ تیپ 7. 9 ببخشید. حالا اب نداره یهو اینقدر حمله میکنین به من. تیپ 9، تیپ صلح‌گرا، میانجیگر، داوری برای آرامش و عدالت. تیپ 9 رو اون فرمه خوند، تیپ 9 خوندم اول روی نخوندم، پس بذارید اول اینشو بخونم. پیس میکر، این مهمه، نخوندم. پیس میکر at their best and their worst، در بهترین و بدترین شکل خودشون. در بهترین شکل خودشون. Nines are motivated by the need to keep the peace. بزرگترین انگیزه تیپ 9 اینه که آرامش به هم نخوره، صلح برقرار باشه. To merge with others، به بقیه، با بقیه کنار میان، با بقیه را میان. و to avoid conflict، فقط برای این که گرد و خاکی نشه، تضادی، تعارضی، جنگی پیش نیاد. Since they specially take این الان پاک شده ولی میدونم میخواد چی بگه. تیپ 9 خیلی پرسونالیتی ایزی گوینگ رو بازی می کنند برای این کاری که با همه کنار بیان، اگریبل هستن برای اینکه جنگ به وجود نیاد. ولی این به این معنا نیست که در این گیوینگ کردن یا در این وانهادن خواسته های خیش در میدان روابط با دیگران به نفع حفظ آرامش، معلوم نیست که در درونشون چه حسی دارن و درونشون آزردگی تجربه نمی کنن. این مشخص ضرورتاً این گونه نیست. حالا at their best اینا آدم های پلزنتی هستن، مطبوع، پیسفول، صلح‌گرا، جنرس، سخاوتمند، پیشنت، صبور، ریسپتیو، پذیرای دیگران، دیپلماتیک، با سیاست و در واقع مهارت مدیریت کردن، اوپن مایندد، ذهن باز دارن، روشنن، امپاتتیک، همدلی دارن، همحسی دارن. در بهترینشون دیدین خیلی خصوصیات عالی بود اینجا. 9 در بدترین سناریوی خودش spaced out، ماتوپوت، یا حداقل ماتوپوت میشه در مواقعی.
برای اینکه کسی که از نیازهای خودش تکر نمی کنه، کم کم باید اون نیازها رو ازش قطع کنه دیگه. به محض اینکه ما با نید خودمون و با سلف خودمون قطع می کنیم، ما توپوت می شیم دیگه. بعد forgetful، فراموشکار، stubborn، کله شق، obsessive، وسواسی، apathetic، یعنی روح ندارن، بیحال، passive aggressive، خشن، مفعولانه خشن، نفاعلانه نشون بدن خشونتشون، مفعولانه خشن، عقرب زیر حسیر، judgmental، قضاوت میکنن دیگران رو، unassertive، دنبال خواسته های خودشون برن و اونو کلیم کنن و بگیرن نیستن، وامیدن. شاید یکی از دلایلی هم که پسیو اگرسیو میشن همینه. حالا تیپ 9 بیشتر پرسونالیتیش به صورت میانجیگر، داوری برای آرامش، قاضی برای برقراری عدالت و بیشتر دفاع از حقوق مظلوم. هدف زندگیشون دوری گزیدن از درگیری و تنش. شیوه سازگاریشون با زندگی چشم پوشی، سرکوب خواسته ها، سازش با ناملایمات، کنار اومدن با مشکلات و ناملایمات و استفاده دائمی از مکانیسم انکار، دفاعی انکار. نه بابا، شاید اینا منظوری نداشت. حالا مثلا انشالله گربه است، منظوری نداشت. ترس اصلی اونها جدایی، از همگسستگی و اختلاف و از بین رفتن روابطی که اونها برای حفظ تعادل روحیشون ضروری میتونه. خب خوبی و آرامششون، خوبی و شادیشون در آرامش و شادی دیگرانه. وقتی همه آرومن، منم احساس آرامش میکنم. اگر این تمایل اصلی کج بشه و به انحراف بره، این میل به آسودگی سبب مساهمه کاری و ندیدن خیشتن و آنچه که سلامت میشه، که اون وقت نوعی رخوت روانی به وجود میاره. رخوت روانی یعنی تنبلی عاطفی حسی. تیپ 9 دو بخش شخصی داره، دو بخش وجودش، دو بخش داره، بخش عملی و بخش ذهنی. بخش عملی از مرکز تحرک فرمان میبره، در نتیجه کارها رو وقتی میخواد انجام بده برنامه میریزه، دنبالش میره و انجام میده. ولی بخش ذهنی، این خیلی مهمه، بخش ذهنی به تفکر و احساس برمیگرده. لذا تیپ 9 در ذهن و احساس دائم در جستجوی هماهنگی، ثبات، دوستی، صفا، همدلی، یکرنگی است. لذات از ترس پیش نیامدن مشکل، تنش ها و تضاد ها و نارضایی ها رو درونی میکنه و با سکوت و تسلیم از بیان خواسته های خودش میگذره. در حالی که در عمل او متوجه این که روابطش منصفانه نیست هست. ولی این دنیای ذهنی و عملی و آرزوهایی که در خیال خودش برای حفظ تعادل داره، سبب میشه که اونها نه گفتن رو بلد نیستن.
در نتیجه نوعی خشم و قهر درونی به وجود میاد که همین خودش موجب همون خشونت مفعولی یا پسیو اگریشنه. با عادت زندگی میکنن، معمولا کارهای روتین و استراکچر، یعنی کارهای تکراری و کارهایی که جبهش مشخصه، براشون راحت تر کار میکنه. آنچه در ذهن دارن گاه انرژی کافی برای تولید پیدا نمیکنه. در نتیجه نزدیکانشون میتونن اونا رو دریمر فرض کنن، خیال پرداز فرض کنن. او براش مهمه که دیگران این گونه او رو ببینن. من فردی همراهم، با همه موافقم، برای من فرق زیادی نمیکنه، عجله ندارم، نوبت منم میشه، وقت بسیاره. بالاخره همه متوجه میشن که من چقدر دارم از خودم مایه میذارم. مردم که خر نیستن ندونن منم احساس دارم. این در به اصطلاح در مرحله ناسالم از روبرو شدن با حقیقت وحشت دارن. دنیای تخیلی رو خیلی جدی نمیگیرن. جدی میگیرن. تظاهر به این که همه چیز خوب است میکنن. خشم و غضب انباشته شده گاهی به صورت انفجارهای ناگهانی ظاهر میشه. در حفظ آرامش با چالش زندگی روبرو نمیشن. برای اینکه آرامش به هم نخوره، اون جاهایی که چالش هست روبرو نمیشن. و اگر واقعیت ها رو بخواید تو چشمشون بکنین عصبانی میشن. نوع بیمارگون تیپ 9 غرق در رویاهای خودش میشه، بی‌حوصله است، افسرده است، خودفریبه، بی‌تفاوته و برخلاف ظاهر نرم و مهربانش با هیچ کس ارتباط واقعی نداره. حالا 9 با غریزه تنازع بقا، خوشروه، قانع، از تفریحات ساده لذت میبره، انگیزه های قوی برای تغییر نداره، گوگتر نیست، با کارهای ساده و تکراری اضطراب خودش رو متعادل و آروم نگه میداره. خواسته های واقعی برای او همون چیزی هستند که در اطراف و به راحتی به دست میاد، بقیهش زور زیادی زدنه. 9 با غریزه اجتماعی تلاش میکنن و دوست دارن و مایلن همه مردم رو به هم نزدیک کنن، ولی دوست ندارن کسی از اونها توقع جدی داشته باشه یا مطالبه کنه، چون این مطالبه آرامش اونها رو به هم میزنه. طلبکار دوست نداره. کارهای فردی رو خیلی بیشتر دوست دارن، به همین دلیل هم اکثرا مشاغل فردی رو انتخاب میکنن، مثل آزمایشگاه، مثل حسابدار، مثل چیزایی که عدم اطمینان به مقدار و ارزش و نقش خودشون که در کودکی ریشه داره سبب میشه که نگفتن براشون سخته و لذا به شیوه های پرخاشگری منفعل راه مبارزه برای این ستم رو برای خودشون پیدا کردن. مثلا به شما نه نمیگن ولی اون کار رو انجام نمیدن. در دوری از حس طرد شدگی و ناامنی آنقدر روی خودشان پا میگذارند که افسرده میشن. خطر برای تیپ 9 وقتی به لایه‌های بسیار پایین خودشون از غریزه اجتماعی سقوط کنن، ترس و نگرانی و اختلالات جسمانی و بدبینی و لجاجت و شور از بین رفتن، غیبت شور زندگی و زود از کوره در رفتن و سردرگمی و مقاومت شدید در کمک گرفتن و پذیرفتن توصیه های دیگران اونها رو به یک وضعیت
تنها و خیلی فرجایلی میکشونه. نه، با غریزه جنسی غالب. در نوع متوسط به سمت افراد با انرژی و حتی یه خورده قلدر و خشن میره و فرمانده به سمت فرمانده داشتن تو زندگی کشش پیدا میکنن. در زندگی مشترک همه چیز رو غالباً متعلق به ما میدانن، ولی برای تعیین حد و حقوق این ما هیچ تلاشی نمیکنن. یعنی یک طرف مقابلم همه چی رو واسه خودش برداره، هیچ اعتراضی نمیکنن. گاه آزردگی جنگ نمی کنن، اما نوعی آزردگی درونی پیدا می کنن که مطرح نمی کنن، اما سبب یک نوع سردی جنسی میشه و این باز جز همون شیوه پسیو اگرسیوه و شیوه نشون دادن مخالفت خودشونه با اون بی‌عدالتی که من و ما یک جور دیده نمیشه. اکثرا وفادار و تک جفتی هستند. حالا نه، وقتی که همه چیز آرومه، مانند تیپ سه عمل میکنه. توانایی رو برای رسیدن به اهداف به کار میگیره، فعال و پرکاره، از چالش فرار نمیکنه. نه که در حال عادی مرزبندی دنیای درونی و بیرونیش خیلی مشخص بود، دنیای عملیش با دنیای ذهنیش مرزش خیلی مشخص بود و دنیای درون رو ندیده میگرفت، ناگهان مثل تیپ سه خیلی راحت این مرزها رو بر میداره، خودشم تولد پیدا میکنه، خواسته های خودشم تولد پیدا میکنه، روبرو میشه با اونها و چالش های زندگی رو میپذیره و از نگفتن به دیگران هم هراس نداره. بنابراین نه، برای اینکه سلامت تر بشه باید به سمت سه بره. تیپ نه و سه و شیش سالم شدن و غیر سالم شدنشون سریعتر و راحتتر از تیپ های دیگه است، چون رأس یه مثلث خیلی نمیچرخن دور زاویه های اینیاگرام. حالا نه تحت فشار و استرس به سمت دیس اینتگریشن که میره، در حفظ استقلال خودش بر ضد دنیای بیرون و درون یک مرزبندی بلند پیدا میکنه، عملا یه کارهایی رو میکنه ولی در درونش چیزهای دیگه میگذره. برای حفظ آرامش و صلحش این کارو میکنه. وقتی دنیای بیرون مطابق میلش نیست، برای به قیمت حفظ صلح محیط خودش رو ایگنور میکنه و این خودش رو انکار کردن سبب میشه که به طور ناخودآگاه دیگران رو مسبب این ندیده شدن میدونه. در نتیجه یک نوع بدبینی و یک نوع شک و تردید به آدمهای دیگه پیدا میکنه. این شبیه شیش میشه و در اعتماد کردن به دیگرانی که به او امنیت میدادن درون خودش دچار شک و تردید میشه و گاه این شک و تردید رو با کار اضافی، با فاصله گرفتن و با توجه، یعنی دیسترکت کردن خودشون، توجه به یه چیزای دیگه پنهان میکنن و قضاوتی میشن حتی اگر این قضاوت رو بیان نکنن. دیگران رو مسبب این وضعیت ناخشنودی که قرار گرفتن توش قرار میدن، لذا مشکوک و ناباور هستند. این هم از نه ما. به پایان آمدیم، دفتر حکایت همچنان باقی است. خب جانم، بالهاشون رو نگفتم؟ اه بابا گفتم، آها بال نه رو نگفتم، بلکه نه اینقدر تنبله که بالاشم قیچی کرده. خب من فکر میکنم یه ورقه کاغذم رو که تو آفیس جا گذاشتم، ولی خب حالا از اینجا براتون میگم.
خودم میگم حداقل، حداقل خودم میگم. گفتم که بابا وقتی به سمت اون اینتگریشن و دیس اینتگریشن، خب نه با بال یک دیتیل تر میشه، پرفکشنیست تر میشه. برای همین تو هر کاری که میخواد بکنه هیچ کسی رو قبول نداره، باید خودش همه چی رو چک کنه. و این وسواسش به این پرفکشنیزمش کشیده میشه. و یکی دیگه از ویژگی هایی رو که پیدا میکنه، مسئله توجهش به رایت و رانگ خیلی غلیظتر میشه، در حالی که اگر به سمت بال 8 داشته باشه، هفتی که بال 8 داره، از بال 9ی که بال 8 داره، 9ی که بال 8 داره خیلی اسرتیوتر میشه، بیشتر رهبری برمیداره، بیشتر باورهای خودش رو هم مطرح میکنه. بذار از روی ببینم اینجا، اگر ببینم از روی حداقل مدلیتیش نگاه بکنم بیشتر میفهمم. خیلی خوب. تیپ 9 با بال 1 در مرحله سالمش، افراد این تیپ رویایی و خلاق هستند. اغلب به خوبی قادرن ایده ها و دیدگاه های متفاوت رو با هم بیامیزند و به ایده های نو برسن. معمولا تیپ 9 با بال 1 نوعی کمالگرایی دارن و خلاقیت در اونها بالا میره. در مؤسسات بزرگ میتونن کار کنن، معمولا در کارهای روانکاوی یا سایر مشاغل که نیاز به گوش کردن داره موفق هستن. میتونن پر انرژی باشن و اون انرژی رو در دنبال کردن اهدافشون به کار ببرن و مورد به درست و غلط آنچنان دلبستگی پیدا میکنن که احترام برانگیز میشن برای دیگران. ممکنه نوعی خشکی و انعطاف ناپذیری در کمالگراییشون دیده بشه که دیگران و اطرافیانشون رو ممکنه اذیت کنه. بذارید با بال چیزیشم ببینم، با بال هشتشم ببینم، اینجا ندیدم ولی شاید پیدا کنم. نه با بال 8 داور میشه معمولا. در مراحل سالمش خصلت توافق و آرامش رو با تحمل و مقاومت آمیخته کردن. هم قدرتمند هستن هم لطیف و نرم. به آسانی با مردم و با همه چیز کنار میان. میانجیان خوبی هستن، داوران خوبی هستن، عملگرا میشن، رهبری برمیدارن و در مسائل و قراردادهای بین المللی چهره های مؤثری هستند. در اگر نوع متوسط و ضعیفش باشه، آرامش و خوشی رو به تمرکز و توجه روی اهداف معنادار ترجیح میدن. میتونن یک رنگی داشته باشن، در این حال به حرف کسی گوش نمیدن، نوعی خودسری پیدا میکنن، تندخویی دارن، حالت دفاعی میگیرن به خودشون. ممکنه خیلی سرراست و بیپرده و آتشی باشن ولی ناگهان آرام و بیتفاوت، و این نوعی غیر قابل پیشبینی بودن رو بهشون میده. من از اون متنی که از دکتر حقی داشتم اینو متاسفانه درآوردم، گذاشتم توی آفیس، عیبم نداره. به هر حال من فکر میکنم که در اینجا باز دوباره شما رو دعوت میکنم برای دقیق تر به انیوگرام، به زبان فارسی آشنا شدن. انیوگرام رو وقتی میزنید، الان زدن دوستان گفتن که دکتر حقی میاد و
در کلاس هایی که ضبط شده آقای دکتر حقی استاد این رشته با زبانی حالا نه خیلی شیوا ولی علمی و دقیق جزئیات بیشتری در اختیار شما ها میذارن که اگه از اونا نگاه کنید حتما اطلاعاتتون عمق بیشتری پیدا میکنه. برای من فرصت خیلی خوبی بود که با شما دوستان فیسبوکی اینجا برای من نوشتن خانم دکتر عزیز کنار دستتون یه اسفنج مرطوب بگذارید، لازم نیست مدام برای ورق زدن او را انگشتتون رو به دهنتون. مرسی که اینقدر دقیقین شما. عجب بابا. خب خداحافظی کنم با دوستان فیسبوکی.